اعمال فصل 13. در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود: برنابا و شاول را برای آن کاری که من آنها را خواستم مقرر کنید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو نهاده و آنها را به وظیفه فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان کلام خدا را منتشر می ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که پیغمبر دروغین بود و بر یشو نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس، والی قبرس که مرد هوشمند بود به شمار می آمد. والی برنابا و شاول را به حضور خود خواست، زیرا می خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود با آنان مخالفت میکرد و کوشش میکرد والی را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت: ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای سرچشمه نیرنگ و تبهکاری، آیا از گمراه ساختن مردم از راه راست خداوند دست نمی کشی؟ حالا ببین، دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدت نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای رهنمایی خود پیدا کند. والی که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند بسیار حیران شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پنفلیه آمدند. یوحنای مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای ولایت پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسه داخل شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: ای برادران، اگر پیام تشویق کننده برای این قوم دارید بفرمایید. پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که خاموش باشند و بعد چنین گفت: ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردند، آنان را قوم کلان ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملتی که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم تا زمان سموئل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید و وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسار را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچی بخواهم انجام می دهد. از نسل همین مرد خدا مطابق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت. پیش از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می کرد و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم
که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمعیت حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات پیغمبران که در هر روز عبادت قرائت می شود چیزی فهمیدند، اما با دادن حکم سر او پیشگویی های پیغمبران را تکمیل کردند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند و بعد از آن که تمام پیشگویی ها را که در مورد او نوشته شده بود به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر قوم شاهدان او می باشند. ما در حضور شما مژده آن وعده را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنان که در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و این که دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینان را که به داوود وعده داده ام به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود مطابق اراده خدا خدمت کرده بود مرد و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد. پس متوجه باشید که این گفته پیغمبران در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد. در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنهایی که به یهودیت گرویده بودند و دنبال پولس و برنابا در راه رفتن شدند. این دو با آنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می نمودند که در فیض خدا استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند، حسادت ورزیدند و هرچی را پولس می گفت انکار می کردند و با او بد و رد می گفتند. پولس و برنابا با شجاعت و دلیری گفتند: لازم بود که کلام خدا پیش از همه به گوش شما برسد، اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت، زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی. وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند، خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت زندگی ابدی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. اما یهودیان زنان محترم و متنفذی را که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند، پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو به عنوان اعتراض و مقابله
خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قنیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از خوشی و